اینجا کجاست که ما اومدیم؟ سلام علیکم آقا، باورتون میشه ما داریم میریم تخت جمشید؟ در که وارد میشیم این همه راه و پله گذاشته که اینجا هم بری دوباره پله داره به بالا. همه اینا میگن که اینجا تقریبا 3 ساعت طول میکشه تا کلشو ببینی دیگه. حالا ببینیم چی میشه. از اینجا هم شروع میکنیم که خریدشه. اینجا مغازشه که اگه چیزی میخوای یادگاری بخری میتونی از اینجاها بخری. واسه فروش گذاشتن که نوشته کارهای خاتمکاری از ایران. البته اینجاها قیمتاشون همه رو زده که از 60 پوند شروع میشه تا 600-700 پوند که اینان دیگه همه اینا هم هست. دوباره خوشگلم که با پر و ایناست، پر و دوات و این قلم های شیشه ای که از رکی میکنم 30 پوند تازه قیمت ها شروع میشه دیگه. در ورودی ها اومدیم به سمت جایی که سفید بود و ببین چه جای خوشگل و بزرگی. حالا دونه دونه باید بریم جاهای دیدنیشو ببینیم دیگه. حالا این بخش قرمزه ایم که اینجا نشون داده این همه جا هست که ببینیم. آقا هم داره نشون میده همه اینا هست. ببینیم کدومو ببینیم. خیلی طول میکشه بخوایم همشو ببینیم. هم نقشه کلی که گذاشتن بتونیم که با خودمون ببریم ببینیم که کجا میخوایم بریم و گم نشیم. همه مجسمه هایی که از آشوریان مونده. نقاشی های روی سنگ هم همه از زمان آشوریان مونده که آشوریان هم الان بخشیشون توی سنندج کردستان و اینها هستن. قدیم هم مثلا توی ارومیه اینا بودن، ارومیه و عراق و ترکیه و اینا، ولی خب دیگه از بین رفته دیگه. این قسمت شکار شیر. هر اتفاقی که تو زندگیشون می افتاده اینا رو سنگا حکاکی می کردن، جز به جز همه کاره که انجام می دادن و حکاکی می کردن. اینجا رفتن شکار، شیر کشتن، اینجوری با اسب و عرابه. حالا اینجا کجاست که ما اومدیم؟ اینجا موزه بریتانیاست و ورودش هم برای همه رایگانه. البته یه سری قسمت ها داره که پولیه که حالا هر کسی که بخواد بره اون قسمت ها رو ببینه میتونه از قبل بلیتش رو بخره و قطعا بلیتش رو بگیری. و اینکه اگرم کسی میخواد بیاد حالا میتونه ابتدای ماجرا اول راه که میای سری صندوق و اینا گذاشتن که اگر که میخواد میتونی یه پولی هم بدی، حالا هر چقدر که دلت میخواد، ولی در کل بلیتش رایگانه برای همه. بخش یونان و مجسمه هاش. اومدیم جایی که مربوط به مصره. حالا ممنونم. مربوط به مصره و همه مجسمه های مصری و مومیایی و اینا همه اینجاها هستش. این الان تابوت یکی از آدم های مصری بوده که این حجم از گندگی بوده. یعنی واقعا خیلی بزرگه نسبت به آدم هایی که بغلشان نگاه کنید. خیلی گنده است. نمیدونم اینقدر گنده بودن چیکار میکردن این تو. این یه تیکه از مقبره کلئوپاترا بوده. همه تایم
اسم آخناتونه، مثل یوسف پیامبر و اینا. اینجا خیلی تاریکه بخاطر اینکه اینا خراب نشن، ولی خب گفتم فیلمشو بگیرم که ببینید. از اینا خیلی خوشم اومد که با یشم درست شدن هر کدوم، های خیلی کوچولو موچولو هم با نمکه. اینم که هیچ، پرویز تناولی اینجاست و اینجام توضیحاتش همه نوشته. جنسش برونزه و 2005 این کار انجام شده. داریم میریم بالا، رسیدیم به ایران باستان. اینجا هم همه رو داره نشون میده، این بخشایی که توی این موزه هست رو همه رو گذاشته اینجا که چیا قراره ببینید شما توی این بخش. ایرانی ها از اولش هم عشق طلا ملا بودن، هرچی بوده همه طلا بودن. و اینم بخشی از تخت جمشید که اینجاست. متن کتیبه رو همینجا به انگلیسی نوشته، ولی خب من کلش رو براتون اینجا میذارم که ببینید. اینا هم همه وایسادن دور مشهور کوروش، نمیذارم ما بریم جلو ببینیم چه خبره. دورش خالی نمیشه من فیلم بگیرم. این منشور کوروش اصلش البته الان آمریکاست و این مشابهشه، فرستادم واسه یه سری از تحقیقات. اینم یه تیکه از یا خونه یا یه کاخیه تو زمان شاه عباس که اومده رسیده اینجا. داریم از موزه بریتیش خدافظی میکنیم، اومدیم بیرون. خیلی چیزاش موند، خیلی جاهاش موند، خیلی بخشاشو نشد ببینیم، ولی دیگه واقعا خسته شدیم، دیگه نمیشه. یه تا ما بیایم بیرون، البته خیلی معلوم نیست، ولی دیگه داره شب میشه. 4 ساعت بیشتر آدم واقعا دیگه نمیتونه اینجا بگرده. تا اینکه بریم یه جای جدید دیگه، فعلا خدافظی.